سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، بازتاب‌ها و تأثیرات آن بر گفتگوهای هسته‌ای و گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حسن منصور، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل. با ما همراه باشید. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 3 مارس با وجود مخالفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شماری از قانونگذاران این کشور در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. او گفت که باید برای دستیابی به توافقی بهتر با جمهوری اسلامی پافشاری کرد و فشار بر ایران را ادامه داد. در واکنش باراک اوباما گفت حرف تازه‌ای در سخنان آقای نتانیاهو پیدا نکرده و تاکید کرد نخست وزیر اسرائیل راه حل عملی برای حل مناقشه اتمی ایران ارائه نکرد. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان نیز تاکید کرد که از شدت توهین نخست وزیر اسرائیل به شعور آمریکا نزدیک بوده اشکش سرازیر شود و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این سخنان را نمایشی پرفریب خواند. سخنرانی آقای نتانیاهو که با استقبال بسیار گرم اکثر نمایندگان حاضر در کنگره قرار گرفت، بازتاب بسیاری نیز در رسانه‌ها داشت. برخی آن را ستودند و بسیاری نیز این سخنرانی را عامل شکاف عمیق میان رهبران دو کشور ارزیابی کردند. آیا آقای نتانیاهو توانست کارزاری علیه توافق هسته‌ای با ایران با همراهی کنگره آمریکا به راه بیندازد؟ تأثیر این سخنان بر روند گفتگوهای هسته‌ای چیست؟ و آیا این سخنان موضع مخالفان توافق هسته‌ای در طرفین را تقویت نمی کند؟ این سوالات را با مهمانم دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در نیویورک و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در میان بگذارم. حضور بحث برانگیز نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا همانطور که شما مستحضرید بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت. بسیاری از لطمه‌های احتمالی این نطق بر روند مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. این نگرانی‌ها تا چه حد جدی است؟ به نظر من این سخنرانی نتانیاهو تأثیر مهمی روی مذاکرات هسته‌ای نمی‌تونه داشته باشه. برای اینکه این مذاکرات تا اونجا که اطلاعات در دسترس است از نظر فنی به نتیجه رسیده و دو سه موضوع اساسی درش وجود داره. یکی دوره این عهدنامه است که آمریکایی‌ها حداقل دارن روی 10 سال اصرار بکنن و ایران هنوز میگه که 10 سال طولانی است، و یکی هم مسئله نفی و نقض تحریم ها علیه ایرانه که ایران علاقمند همزمان با امضای عهدنامه نهایی تحریم ها علیه ایران لغو بشه، در حالی که اصلا این موضوع از دایره اقتدار دولت اوباما خارجه و این تحریم ها فقط به مرور و تدریجا میتونه لغو بشه، یعنی همزمان با تأیید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ایران به تعهدات خودش بر مبنای این عهدنامه عمل کرده. ولی من فکر میکنم که اینها به نتیجه گیری نزدیک شدن و به احتمال بسیار زیاد میتونن عهدنامه ای رو تا آخر این ماه امضا بکنن که برای طرفین قابل تحمل باشه. یعنی از این جهت باید بگیم که تلاش نتانیاهو احتمال بسیار بسیار ضعیفی داره که بتونه به نتیجه برسه. ولی نکته دیگه‌ای که در سخنرانی او به اصطلاح وجود داشت راجع به روابط اسرائیل و آمریکا که فکر کرد از این جهت میتونه برخی مشکلات رو تمتر بکنه، این درست عکس قضیه رو ثابت کرد. یعنی در این 2-3 روز آینده به شکل بی سابقه ای بین نخبگان سیاست خارجی آمریکا که با 2 حزب اساسی این کشور روابط نزدیک دارن اختلاف نظر اساسی به وجود آمده و حتی در روزنامه های مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز این بحث و جدل ها انعکاس پیدا کرده. ولی هدف سوم آقای نتانیاهو از این سخنرانی که بر مبنای بسیاری از
گزارشاتی که خصوصا از خود اسرائیل میاد تاثیرگذاری روی انتخابات اسرائیل بوده، که چون از نظر مسائل اقتصادی و داخلی کارنامه نتانیاهو بسیار ضعیفه و او در موضع دفاعی قرار داره، تلاش کرده که این انتخابات رو تبدیل بکنه که به یک انتخابات در سر امنیت و موجودیت اسرائیل، و این یکی از اهداف اساسی سخنرانی او تاثیرگذاری روی رای دهندگان اسرائیل بوده. که آیا اون به نتیجه برسه یا نه، در دو سه هفته آینده ما میتونیم نتیجه ببینیم. به محورهایی که شما اشاره کردید به طور جز به جز خواهیم پرداخت، اما واکنش رؤسای جمهور ایران و آمریکا به سخنان آقای نتانیاهو عمدتاً بر یک چیز تمرکز داشت، و اون این که اگر بر سر مسئله اتمی ایران توافق نشود، سرعت برنامه‌های هسته‌ای ایران بیشتر می‌شود. آیا آقای نتانیاهو که تلاش دارد تا انسجام بیشتری میان مخالفان توافق هسته‌ای با ایران رو ایجاد کنه، توانست با این سخنرانی به هدف خودش برسه؟ اگر این توضیحی که شما دادین به واقعیت بپیونده، نتانیاهو به هدف خودش رسیده. برای اینکه اون چیزی که نتانیاهو از ایران میخواد تمکین بدون قید و شرط به خواست اسرائیل، یعنی انهدام تمام تأسیسات هسته‌ای ایران و زیربنای غنی‌سازی در ایران به کلی بعد از بندره و غیرقانونی اعلام بشه. به احتمال قریب به یقین ایران این کار رو نخواهد کرد، و اگر این مذاکرات با کشورهای پنج به علاوه به جایی نرسه و ایران بخواد ادامه بده به غنی‌سازی اورانیوم، یعنی حرکت در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، دقیقا همون چیزیست که نتانیاهو میخواد، یعنی در اون موقع استفاده از گزینه نظامی حتی برای فردی مثل اوباما هم باز خواهد بود، و دقیقا همین چیزیست که نتانیاهو میخواد. توجه داشته باشیم که نتانیاهو به طور کلی در تمام دوره نخست وزیری خودش و مناسب دیگری که قبلا داشته با مذاکره و حل و فصل مسالمت جویانه مسائل اسرائیل مخالف بوده. او مخالف قرارداد صلح بین اسرائیل و مصر بود، مخالف قرارداد صلح بین اسرائیل و اردن بود، مخالف اسلو بود، عهدنامه اسلو بود، و مخالف قرارداد موقتی بود که بین کشورهای پنج به علاوه یک و ایران در ماه نوامبر 2013 به تصویب رسید. و اون نکته جالب اینه که وقتی کارنامه این مخالفت‌های نتانیاهو رو ما بخونیم، می‌بینیم تمام پیش‌بینی‌هایی که برای دفاع از مخالفت خودش با این عهدنامه داده بدون استثنا همه غلط از آب در اومدن. بنابراین او خواهان جنگ و استفاده از گزینه نظامی است، و این که علت این که او میتونه تا حدودی روی افکار عمومی آمریکا یا جهان غرب تأثیر مثبت بذاره، این رو ما باید در این واقعیت ببینیم که 37 سال ایران داره موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه و تبلیغات وسیع ضد اسرائیلی که از طرف ایران وجود داره، این بی‌اعتمادی رو به نیت ایران ایجاد کرده که نتانیاهو داره از این بی‌اعتمادی در ذهنیت مردم نسبت به ایران سوء استفاده میکنه. چقدر آقای نتانیاهو در جذب آراء افکار عمومی در آمریکا مؤثر بوده این سخنرانی؟ کمتر از هر زمان دیگری، ولی تا اونجایی که موفق شده این رو باید در فساد و تبلیغات ایران جستجو بکنیم. یعنی وقتی کارنامه 37 ساله ایران رو میبینیم، اعدام بیش از 15,000 اعدام، بیش از کشتن بیش از 100 نفر در خارج از کشور، کمک هایی که ایران به تروریست ها کرده و تبلیغات وسیع نه تنها ضد اسرائیل بلکه ضد یهود تبلیغ جمهوری است. بنابراین ماهیت جمهوری اسلامی از گروگانگیری بگیریم تا امروز در ذهنیت جهان غرب یک کشوری رو در واقع تصویر کرده که با عقلانیت بیگانه است، و حال ممکنه که این اغراق باشه ولی با اخلاقیات بیگانه است و نمیتونه مورد اعتماد قرار بگیره. این ذهنیت که نتانیاهو میخواد ازش استفاده بکنه و بگه تحت هیچ عنوانی نباید به ایران اعتماد کرد و باید تمام تأسیسات هسته‌ای ایران رو یا از طریق تسلیم ایران و یا از طریق گزینه نظامی منهدم کرد.
در جلسه سخنرانی آقای نتانیاهو تنها 56 نماینده از 536 عضو کنگره ایالات متحده به نشانه اعتراض حضور نداشتند. اکثریت اعضای کنگره آقای نتانیاهو را مورد تشویق قرار دادند. آیا می توان گفت که 2/3 اعضای کنگره قرار است اصولا کار را برای ایران سخت‌تر کنند؟ به هیچ وجه. واقعیت امر اینه که این لابی اسرائیل در آمریکا و این نکته بسیار مهمه که خصوصا ایرانی ها باید ازش اطلاع داشته باشن، اینی که اکثریت یهودیان در آمریکا منتقد نتانیاهو هستند. 70% اینها در انتخابات گذشته به اوباما رأی دادن و امروز هم شخصیت های برجسته یهودی، گروه های یهودی در آمریکا انتقادات وسیعی از نتانیاهو سخنرانیش کردن. ولی دست راستی های مذهبی آمریکا، یک گروهی در آمریکا هست که خیلی خیلی هم قدرت داره و در حزب جمهوری خواه یک نقش بسیار مهمی ایفا میکنه، بهشون میگن مسیحیان صهیونیست و اینها کسانی هستند که دقیقا مثل آیت الله جنتی و آیت الله مصباح یزدی و خامنه ای و غیر ذالک معتقد به این هستند که اول باید تو اوهام و خرافات خودشون که اول باید دولت اسرائیل تسلط خودش رو بر تمام سرزمین یهود و در اینجا از تورات نقل قول میکنن که سرزمین یهود یعنی از رودخانه نیل تا رودخانه فرات، اینجا وقتی در اون موقع قدرت یهود مسلط شد در اون موقع مسیح موعود باز میگرده به دنیا و این اعتقادی که دارن دقیقا اعتقاد امام زمانی آخوندهای خودمونه. مهمترین گروهی که به اسرائیلی ها کمک میکنن دست راستی های مذهبی هستن که خصوصا در بخش های جنوبی آمریکا اینها قدرتشون خیلی زیاده، بنابراین نتانیاهو تأثیری که داره میذاره روی این بخشه. اما از طرف دیگه باید توجه داشته باشیم که حتی لیبرال های آمریکا، حتی کسانی که 100% طرفدار حل و فصل مسالمت جویانه هستن، در یک موضوع اجماع دارن و اون اینه که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه به دلیل کارنامه جمهوری اسلامی در 37 سال گذشته و اینه که میگن صبر بکنیم در زمینی که میخوان به او احترام بذارن که به هر حال اونجوره، ولی اگر این عهدنامه ای که قرار امضا بشه واقعا به نتیجه برسه در اون موقع به نظر من اکثریت اعضای کنگره آمریکا به هیچ وجه مخالف اون نخواهند بود و صبر میکنن ببینن که طی ماهای آینده بازرسان آژانس بین‌المللی چه گزارشاتی از تعهد ایران به عملکرد ایران به تعهدات خودش میدن که اگر این گزارش ها مثبت باشه همونطور که در طی یک سال گذشته مثبت بوده در اون موقع این مخالفین این تعهد در حاشیه قرار میگیرن و به هیچ وجه نمیتونن جلوگیری بکنن از حل و فصل مسالمت جویانه این مسئله. حتی اگر گزارش های آژانس هم به تعبیر شما مثبت باشه، اما نقش این دستراسی های مذهبی افراطی چقدر دست اوباما رو برای توافق نهایی با ایران بسته نگه میداره؟ سنجش افکاری که در همین روزها انجام شده بیش از 60%، نزدیک به 65% مردم آمریکا از موضع اوباما هستند. این یک واقعیته و خصوصا در اینها خصوصا اعضای حزب دموکرات اون تقسیم بندی را میکنن بیشتر، بنابراین افکار عمومی آمریکا بعد از فاجعه ای که در عراق و افغانستان پیش اومده، بعد از فاجعه ای که در لیبی پیش اومده و این تمام این فجایعی که ما امروز این دست طریق آیش داره میبینیم، همه اینها برای بخش قابل توجهی از مردم آمریکا ارتباط به استفاده از گزینه نظامی علیه صدام بوده که رفته، بنابراین مردم آمریکا جنگ نمیخوان. اینه که اگر عهدنامه بین ایران و آمریکا مورد گروهش 5 به علاوه که اروپا ازش حمایت میکنه، چین و روسیه در شورای امنیت ازش حمایت میکنن، آلمان حمایت میکنه و اگر در اون موقع بازرسان آژانس بین‌المللی مثلا در طی 3 ماه و 4 ماه گزارشاتی بدن که ایران داره به تعهداتش خودش عمل میکنه، حمایت افکار عمومی در آمریکا افزایش پیدا میکنه و هر چقدر که این افزایش پیدا بکنه نفوذ گروه های دست راستی جنگ طلب، گروه های زمانی، اینها
تضعیف میشه. بنابراین در اینجاست که واقعا روحانی و دیگران که به نظر میرسه بر ضد گروه های تندرو و شبه فاشیست ایران علاقمند به حل مصالحت جویانه این مسئله هستن، اونا هم نقشی ایفا میکنن در اینکه مردم اروپا و آمریکا چه عکس العملی به این اهدام نشون بدن. هر چقدر که اونها به در عملکرد خودشون شفافیت داشته باشن، اجازه بدن که بازرسان آژانس بین‌المللی بدون قید و شرط به همه تأسیسات ایران دسترسی داشته باشن، خدمت بزرگی به تغییر تصویر ایران در ذهنیت افکار عمومی کردن که البته اونا هم در ایران با مخالفین شبه فاشیست خودشون روبرو هستن. نکته قابل تأمل در این سخنرانی این بود که آقای اوباما در جلسه سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره حضور نداشت و این سخنرانی رو نمایشی توصیف کرد. به نظر میرسه موضوع ایران میان دو متحد استراتژیک شکاف انداخته. این شکاف چقدر جدی و عمیقه؟ عمیق نیست. ببینید حتی در دوره اوباما کمک های نظامی و اطلاعاتی آمریکا به اسرائیل بی سابقه بوده و اینو خود نتانیاهو هم در اول سخنرانیش گفت. و به طور کلی وقتی ما به خاورمیانه نگاه میکنیم، یک پشت تمام بدون استثناء رژیم های فاسد و استبدادی از ایران، عربستان سعودی، عراق، مصر، یمن، هر جا که ما میریم با جز فساد و استبداد رژیم هایی که در درجه اول با مردم خودشون دشمنی دارن، این جنایاتی که رژیم اسد با مردم خودش کرده، جنایات و سرکوبی که رژیم جمهوری اسلامی با مخالفین و منتقدین خود وضع ایجاد کرده که به هر حال از جهت منافع ملی و امنیتی آمریکا هر چقدر هم که اختلافی با اسرائیل داشته باشن، باز اسرائیل قابل اعتبادتر و بنابراین نزدیکتر به آمریکاست. اینه که این نوع مخالفت ها بر سر مسئله ایران بین اسرائیل و آمریکا نمیتونه اختلاف عمیق و گسترده ایجاد بکنه، برای اینکه بقیه رژیم ها در منطقه به هیچ وجه قابل اعتماد نیستن. بزرگترین خدمتی که در منطقه ما میبینیم به یک کسی مثل نتانیاهو میشه، استبداد و فساد در منطقه است که جنایاتی هم که رژیم دولت اسرائیل نسبت به فلسطینیان داره میکنه الان حاشیه‌ای شده. 600 هزار اسرائیلی الان در مناطق رودخانه کرانه غربی، رودخانه اردن شهرسازی کردن و واقعا ظلمی که به مردم فلسطین در اونجا میشه، یک سیستم آپارتاید اسرائیل درست کرده و نتانیاهو با استفاده از مسائل خاورمیانه و ایران طوری کرده که توجه افکار عمومی به این ظلم و جور اسرائیل نسبت به مردم فلسطین در واقع ساکت شده. یعنی که یکی از اهداف نتانیاهو هم دقیقا اینه که توجه مردم دنیا خصوصا اروپا و آمریکا رو از رفتار اسرائیل با فلسطینیان و گسترش عظیم، یعنی این ادامه شهرک‌سازی در اونجا، اینها رو بخواد رفع بکنه و توجه رو بذاره روی ایران یا داعش و غیر ذالک. و در اینجاست که ما باید بگیم مشکلات اساسی منطقه ما از استبداد و فساد حاکمانی میاد که بر ملت‌های خاورمیانه سوار شدن و همیشه هم دنبال مشکل که مثل ایران یا دیگران بخواد این مسئولیت این مسائل رو در خارج ببینن. این هم یکی از تاکتیک های مستبدین فاسده که همیشه در همه جای دنیا وجود داشته، که دشمن همیشه در کمین در خارج مسئول مشکلات ماست. نتانیاهو از تمام این ماجراها داره استفاده میکنه و به همین دلیل روابط آمریکا و اسرائیل مورد خدشه‌ای که بخواد ضدی به ضدیت تبدیل بشه نخواهد شد. در دراز مدت چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا خواهد گذاشت؟ در داخل مملکت اگر دموکراسی در کشورهای خاورمیانه جونی بگیره، اگر یک کشور در خاورمیانه ما ببینیم که بگیم دولت محقق خواسته های مردمه، یعنی با عقلانیت برای منافع ملی، رفاه و امنیت و حیثیت مردمه، در اون موقع تمام سیاست خارجی از هر جهت میتونه تغییر بکنه. ولی امروز خاورمیانه شده بزرگترین بازار اسلحه برای اسلحه سازان و اسلحه فروشان دنیا و خاورمیانه جایی شده که دولت ها مشکل اساسیشون برخورد با مردم و ملت های خودشونه. جایی شده تا زمانی که این فاجعه
رژیم های حاکم بر کشورهای منطقه وجود داره، این آینده روابط آمریکا و اسرائیل حتی اگر مشکلات و تنش هایی هم داشته باشه به هیچ وجه به ضدیت نمی کشه. آقای میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا بعد از سخنرانی آقای نتانیاهو گفته بود که در صورت هر گونه توافق احتمالی با ایران کنگره باید در موردش رأی‌گیری کنه. در صورت تصویب این طرح آیا آقای اوباما کلاً چه گزینه‌هایی رو پیش رو داره؟ ببینید اگر بستگی به ماهیت این طرح، اگر این طرح و بیرون بیاد و دقیقاً اون چیزایی که تا حالا راجبش صحبت شده، یعنی تعداد چرخک‌های سوخت ایران به حد اقل برسه، محدودیت‌های کمی و کیفی رو ایران بپذیره، دوره این عهدنامه رو حد اقل 10 سال رو بپذیره و دست بازرسان آژانس بین‌المللی رو باز بگذاره برای بازرسی بدون قید و شرط و بدون اطلاع قبلی، اگه همه اینا رو داشته باشه من فکر میکنم دست اوباما بسیار قوی خواهد بود که بخش قابل توجهی از اعضای کنگره به طرف خودش بکشونه و حتی در اون موقع اگر اکثریت رو در مجلس نمایندگان نتونه بگیره باز میتونه هر تصمیمی که رو اونا رو بگیرن وتو بکنه و به هیچ وجه کنگره آمریکا توانایی این رو نداره که 2/3 رأی رو برای اینکه وتو رو رفع بکنن باید 2/3 از اعضای مجلس نمایندگان بهش رأی بدن و این بسیار بسیار غیر محتمله. بنابراین آینده این ماجرا بستگی به این داره که ما چه نوع عهدنامه جامع و نهایی مورد امضای گروه 5+1 و ایران قرار میگیره که این میتونه دست اوباما رو قوی بکنه که حتی حمایت قابل توجهی از کنگره هم بگیره. یه توجه داشته باشیم که یک عده از اعضای کنگره اینها ضدیتشون با اوباما انقدر عمیق و یه مقدار نژادپرستی هم در خصوصا گروه‌هایی از جنوب میان، نژادپرستی هم درشون هست، یک انسان سیاه پوست در کاخ سفید دیشون براشون غیر قابل تصور بوده. اینها هر اقدامی علیه اوباما بشه باش موافقن و دقیقا یکی از انگیزه های حمایتی که از نتانیاهو میشه اصلا ارتباطی به ایران نداره، بلکه این ابزاری شده برای مسئله سازی و مشکل درست کردن برای سیاست خارجی اوباما. به بیان دیگه دست راستی ها و خصوصا دست راستی هایی که از جنوب بیان و بدون چون و چرا انگیزه های نژادپرستی هم درشون قویه، اینها میخوان ریاست جمهوری باراک اوباما رو یک تجربه به اصطلاح منفی جلوه بدن و با تجربه منفی جلوه دادن جلوگیری بکنن از تحولات بیشتری که در رابطه با روابط نژادی در این کشور ایجاد شد. این یه موضوع بسیار مهمیه که راجبش صحبت نمی کنن ولی تحلیلگرها خیلی خوب می دونن که انگیزه مخالفت با اوباما در رابطه با مسئله ایران، ایران شده ابزاری برای ابراز موازهی که بیشتر ریشه های نژادپرستی و به طور کلی مخالفت با سیاست های لیبرال اوباما داره. سیاست های لیبرال نه الزاماً در حریم سیاست خارجی، فور اگزمپل در حمایت او از ازدواج همجنس گرایان، حمایت بیچون و چرای از حقوق زنان، حمایت او از گروه های از مهاجرینی که 11 میلیون انسانی که در اینجا وضع نامعلوم دارن، تمام این مبادئی که اوباما در رابطه با مهاجرین، در رابطه آزادی زنان، در رابطه با آزادی تصمیمات جنسی انسان ها میگیره، اینها مورد مخالفت شدید گروه های دست راستی خصوصا مذهبی های امام زمانی آمریکاست. اینها دارن از مسئله ایران استفاده میکنن که اوباما رو تضیح بکنن و چون نمیتونن به طور روشن راجع به این نوع مسائل و نژادپرستی صحبت بکنن، نتانیاهو براشون سمبولی میشه که میان تاکید رو بذارن روی سیاست خارجی و امنیت آمریکا برای تضعیف ریاست جمهوری. با توجه به اینکه مخالفان توافق در ایران و آمریکا نسبت به توافق هسته‌ای غرب با ایران خوشبین نیستن اصولا، آیا میشه گفت که سخنرانی اخیر آقای نتانیاهو مواضع تندروهای هر دو طرف رو در ایران و آمریکا به یکدیگر نزدیک کرده؟ این سوال بسیار جالبیه. اونایی که دنبال بهانه میگشتن فقط
میدین اگر تا اونجایی که این مسائل مربوط به روانشناسی سیاسی به جنگ روانیه بدون چون و چرا تاثیر داره، یعنی ایرانی ها پرخاشگری هایی که میکنن حرفاشون هم راجب نتانیاهو میتونه خیلی درست باشه، همونطور که حرفای نتانیاهو راجب ایران درست. توجه داشته باشیم که دست راستی های جنگ طلب، دست راستی های مطلق‌اندیش در همه کشورها تاکتیکا و مواضع مشابهی دارن، اگرچه اهدافشون فرق میکنه. مثلا ایران، جمهوری اسلامی و اسرائیل سخت علاقمند به سرنگونی صدام از طریق دخالت نظامی آمریکا بودن بدون چون و چرا، ولی اهداف کاملا متفاوتی داشتن. بنابراین دست راستی ها شبه فاشیست ها چه در اسرائیل باشن، چه در ایران باشن، چه در سوریه باشن، اینها مواضعی میگیرن و تبلیغاتی میکنن که میتونه به عنوان ابزاری مورد استفاده طرفین قرار بگیره. از حرفای آقای نتانیاهو استنباط میشد که در توافق هسته‌ای این ایران است که برنده مذاکرات و توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی جلوی ایران برای تولید بمب اتمی را نمیگیره. مخالفان توافق در ایران اما معتقد هستند که ایران بازنده این توافق است. آیا مشخص است که توافق به نفع کدام طرف میچرود؟ این توافق به نفع مردم ایرانه، به این دلیل که بدون توافق جنگ میشه و بهای جنگ رو مردم ایران میدن و حتی خامنه ای و رفسنجانی و نمیدونم تمام کسانی که سرکار اینا حتی میتونن برخوردارم بشن، همونطور که جنگ ایران و عراق برای سپاه پاسداران و برای کسانی که تو معاملات فاسد بودن دستاوردهای بزرگی داشت ولی برای جامعه ایران بی نهایت فاجعه بار بود. این موضوع هم در اینجا همینطوریه که این ادامه این ماجرا میتونه به نفع و ضرر کتاب بشه. اما واقعیت امر اینه که به دلیل بلند پروازی های ایران، به دلیل حمایت ایران از تروریسم، به دلیل گروگانگیری، به دلیل سلمان رشدی و به دلیل این فساد و سرکوبگری رژیم ایران، این امروز ایران تنها امضا کننده اهدامه من گسترش تصریحات هسته‌ایه که جامعه جهانی داره این محدودیت های وسیع رو بهش تحمیل میکنه. بنابراین این بر ضد رژیم ایران هست ولی به نفع جامعه ایرانه. با این حساب به چطور رژیم جمهوری اسلامی میتونه زیر بار توافقی بره که بر ضد خودش باشه؟ به این دلیل که اگر نره تحریم ها ادامه پیدا میکنه. ما در دوره احمدی نژاد 700 بیلیون دلار درآمد نفت داشتیم که امروز روزنامه ها رو که میخونیم کسی نمیدونه این پول ها چی شده. امروز صدور نفت ایران به 1/3 گذشته رسیده، یعنی حدود 1,000,000 بشکه در روزه که اون هم همه پولش رو به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونن بگیرن و بعد تقلیل قیمت نفت از 100 دلار به بالا به حدود 50 دلار برای ایران که جمعیت رو به گسترشی داره، برای ایران که جوانای بیکار درش داره، یک معضل بزرگ اقتصادی ایجاد. توجه داشته باشیم که رژیم ایران هم از یه جهت ایدئولوژی خرافاتی و امام زمانیه، هم از یه طرف دیگه از بیخوبون ماکیاولیسته، یعنی قدرت همطور که خمینی گفت مسجد هم اگه لازم بود خراب بکنین، نماز روزه هم بندازین چاه، دولت و رژیم ولایت فقیه باید ثابت بمونه. اینا هم در برابر این دوراهی قرار گرفتن که ادامه این تحریم ها موقعیت اونها رو تهدید بکنه، ولی الزاما این تهدید به معنای این نیست که دموکراسی در ایران اوج بگیره، برای اینکه رژیم هایی که تحت این نوع فشارها هستن میتونن سرکوبتر هم بشن و 100% ادامه تحریم ها به ضرر جامعه ایرانه. اگه بخوان این تحریم، همونطور که روحانی در سخنرانی خودش در ایران گفت برای حل مسائل اقتصادی ما باید این موضوع هسته‌ای رو حل بکنیم و روابط تجاری خودمون رو با دنیا به صورت عادی برگردونیم، این یه واقعیت غیر قابل انکاره که هزاران هزار نفر گفتن ولی شنیدنش از دهن رئیس جمهور ایران خیلی جالب بوده. یکی اینه که اگر بخوان این رو حل بکنن باید مسئله هسته‌ای رو حل، دقیقا مثل جنگ ایران و عراق. اگر 3 روز قبل از اینکه آقای خمینی ایران کرد آتش بس رو بپذیره، یه ایرانی معمولی یه مقاله‌ای نوشته بود که باید آتش بس رو بپذیریم، میگرفتن مینداختن زندان، احتمال اعدامش هم وجود داشت. ولی خمینی به جایی رسید که حفظ رژیم اهمیت بیشتری داره تا اینکه بخواد از طریق کربلا بره قدس رو بگیره.
شعار اون موقع جنگ. بنابراین گفت من زهر رو می نوشم. اینه که این بعد ماکیاولیستی رژیم ایران رو ما هیچ باید نباید از نظر دور بداریم. اگر به تبلیغاتشون گوش بدیم مثل اینکه اینا فقط و فقط با مواضع ایدئولوژیک و مواضع امام زمانی دارن حکومت میکنن، اینا مخلوطی از دو طرف هن. خرافات مذهبی برای تسخیر و عوام فریبی مردم، یک بعد قوی ماکیاولیستی که فقط قدرت میفهمه، فقط زور میفهمه، فقط سرکوب میفهمه. اینه که رژیم ایران در برابر این دوراهی قرار گرفته و من فکر میکنم که در برابر این دوراهی بقای خودش و ثبات خودش اهمیت بیشتری براش داره تا اینکه بخواد به تبلیغات ایدئولوژیک ادامه بده و صحبت از تقابل دائمی با شیطان بزرگ داشته باشه. اما این بحث هم مطرح هستش که اگر که تحریم ها لغو بشه، آقای اوباما برای برقراری دوباره تحریم ها با موانع بسیاری روبرو هست، اینطور نیست؟ تو این سوال بسیار مهمیه. ببینید، اولا اوباما این تحریم ها رو لغو نمی کنه، بلکه این تحریم ها رو به طور موقت به حالت تعلیق در میاره و از نظر اون موقعی که این تحریم ها در کنگره آمریکا به تصویب رسیدن، این حق همیشه به رئیس جمهور آمریکا داده میشه که اگر منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا اقتضاتر، او میتونه این تحریم ها رو برای مدت تا حتی 6 ماه به حالت تعلیق در بیاره. حتی بعد از 6 ماه همین قابل تمدیده. بنابراین یکی از مشکلاتی که الان این مذاکرات داره اینه که این تحریم ها لغو به این معنا نمیشه که به کل خصوص میدین 6 تا قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسیده. اگر همه اینها امروز بخواد لغو بشه، این که دوباره برن شورای امنیت روسیه و چین رأی بدن که این تحریم های جدید علیه ایران وضع بشه، بسیار بسیار بعیده. اینه که مسئله در مرحله اول لغو تحریم ها نیست، بلکه تعلیق برخی تحریم هاست و با گذشت زمان این تعلیق گسترش پیدا میکنه و وقتی آمریکا مطمئن شد که گروه های 5 به علاوه 1 مطمئن شدن که ایران داره به تعهدات خودش عمل میکنه، در اون موقع این تحریم ها میتونن لغو بشن. من میخوام اشاره هم داشته باشم به انتخابات آتی در اسرائیل. همونطور که شما مستحضر هستین، رقابت های انتخاباتی در اسرائیل شروع شده و نظرسنجی های منتشر شده نشان میداد که بسیاری از مواضع آقای نتانیاهو حمایت میکنن. آیا سخنرانی آقای نتانیاهو توانست موقعیت حزب لیکود را مستحکم تر کنه و پیروزی آقای نتانیاهو رو تضمین کنه در انتخابات آتی؟ ببین، اولا در اسرائیل هیچ حزبی اکثریت نداره. حزب لیکود در انتخابات گذشته 25 رای از 120 عضو کنست و مجلس نمایندگان اسرائیل، ولی در اون موقع حتی حزب مخالف او 1 رای هم بیشتر داشت، 26 تا نماینده داشتن. اما تمام دولت هایی که در اسرائیل تشکیل میشن دولت های ائتلافی هستند، یعنی احزاب و گروه های مختلف ائتلاف میکنن. در اسرائیل در گذشته خصوصا این گروه های توسعه طلب مذهبیون دست راستی تندروهای مذهبی که خصوصا در این در بخش های شهرک سازی خیلی قویان، اینا از اوباما از نتانیاهو حمایت کرد. حالا چند رای بیاره، احتمال این که این موضوع به نفع نتانیاهو تموم شده باشه زیاده، برای اینکه ما یک نکته اساسی رو باید بهش توجه بکنیم و اون اینه که، و این یه چیزی که دستگاه تبلیغات ایران یا نمیفهمه یا از روی جد میخواد ندیدش بگیره، و اون اینه که وقتی ما راجع به امنیت و موجودیت اسرائیل صحبت میکنیم، در ذهنیت و روانشناسی مردمی که در اسرائیل و یا به طور کلی یهودیان در سراسر دنیا زندگی میکنن، این 2000 سال تاریخ داره که اینها مورد رفتار نامناسبی قرار گرفتن، از همه کشورهای اروپایی اخراج شدن و آخر به جنایات هولوکاست کشیده شد. این ذهنیت در فرهنگ یهود بسیار قویه. دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در نیویورک و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه.
متشکرم. از شما بینندگان گرامی هم سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا هفته دیگر شاد و سربلند باشید.